سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. در روزهای گذشته یک فیلم بسیار دلخراش از کرج منتشر شد. البته کرج فیلم دلخراش خیلی زیاد ازش منتشر شد. برمیگشت به جمعیتی که آمده بودن، مسیر رو بسته بودن، نیروی انتظامی و نیروهای بسیج زمانی که میرن مسیر رو باز کنن تا خودروها بتوانن عبور و مرور داشته باشن، یک جنایت اونجا رقم میخوره. خب بخشی از چیزی که منتشر شد فیلم و تصاویر بود از حمله به یک طلبه، یک روحانی که توسط افرادی که به خیابان آمده بودن مورد ضربه و مورد حمله قرار میگیره. این فرد رو میخوایم با همدیگه ببینیم. یکی دو تا فیلم دیگه هم هست از روحانیایی که مورد حمله قرار گرفتن و داستان‌های متفاوتی براشون اتفاق افتاده، اونها رو میخوایم با هم ببینیم. نکته اصلی این ویدیو اینجا هست که من خیلی روش میخوام اگر فرصت شد بحثش بشم. ایشون میگه مورد حمله قرار گرفتم، فیلم ها و عکساش اگر دیده باشید غرق در خون هست، افرادی دور او رو گرفتن و به شدت دارن بهش حمله میکنن. میگه یک خانم بی حجاب اونجا اومد تلاش کرد که من نجات پیدا کنم، جلوی اینها وایساد داده بیداد کردن و حرفای این شکلی. چندین بار تا الان پیش اومده که توی خیابان ها افرادی که به لحاظ ظاهری شباهتی چندان به جامعه ای که ظاهرا مثلا چجوری بگم، خب چه واژه‌ای به کار ببرم، با حجاب به حساب میان، اینها سنخیتی با اونها ندارن، ولی وسط این ماجرا اومدن با خود اونها که آشوبگر بودن دعواشون شده. حالا فیلماشو با هم دیگه خواهیم دید. دوستان فیلم این ماجرا رو میخوایم ببینیم، مونتا قبلش میخوام فیلم دیگری ببینیم از اتفاقاتی که این روسا در ایران داره رخ میده. ما دو تا اتفاق رو در ایران شاهد هستیم. یک اتفاق حمله هست به روحانی ها که تاثیر یک نمونه شده روی صحبت ما مشاهده میکنیم. حمله میکنن و به اصطلاح خودمون به عمامه اینها ضربه میزنن، عمامه اینها رو میندازن، پرتاب میکنن. تاثیری که مشاهده میکنیم فردی هست که یکی از همین اقدامات رو انجام داده، بازداشت شده. چندین نفرشون که البته خیلی هم شما نگاه میکنیم ماسک زده، عینک زده، کلاه گذاشته، همه کار کرده، ولی بازم بازداشت شده. اتفاقاتی از این دست برای بخشی از این افراد که بازیهایی از این دست رو رقم زدن رخ داده. حالا چرا من کلمه بازی رو کار بردم؟ به خاطر اینکه تو یه جایی هست داری به یک نفری حمله میکنی، یه جایی هست داری بخشی از جامعه مذهبی خودتو تحریک میکنی، اون نگاه میکنه، عصبی میشه، کلافه میشه، یه دفعه خدای نکره او هم واکنش نشون میده. البته خدا رو شکر تا اینجای کار جامعه ما هوشیارانه، همه افراد جامعه ما سعی کردن هوشیارانه عمل بکنن. بله کسانی رفتارهای زشتی داشتن، ولی عمده افراد در جامعه ما چه مذهبی چه غیر مذهبی هوشیارانه با این بازی ها مواجه شدن. تاثیر دیگری روی صحبت ما مشاهده کنید. تصویر برمیگره به یک مدل جدیدی از اتفاقات که در ایران داره رخ میده. طلبه ها رو جاهایی که میبینن به سمتشون میرن، عمامه اینها رو میبوسن. یک نمونه شده روی صحبت ما مشاهده کن. دیروز یکی از دوستان داشتم گفتم که این بنده خدا دیگه تو خیابون راه میرن، هر کسی میاد سمتشون باید با حیرت نگاه بکنه، این عمامه منو خود ببوسه یا میخواد بزنه مثلا عمامه منو پرتش بکنه. یک نمونه شده روی صحبت ما مشاهده کن. اینجا فهم کنم مربوط به حرم امام رضا هست. فرد دیگری همین کارو میاد انجام میده. بله تصویر دارید مشاهده میکنید. نمونه دیگری از اتفاقاتی که این روزها داره رخ میده و من روی سرعت گذاشتم این ویدیوها رو دوستان، برای اینکه شما بتونید کامل همش رو مشاهده کنید. این لحظه است که اومد به اصطلاح خودم عمامه روحانی رو ببوسه، روحانی اومد دستش رو ببوسه و بعدی رو دارید مشاهده میکنید. این هم یک نمونه، این اردبیله، طرف میره به سمت روحانی صداش میکنه، بعد عمامش رو میبوسه. یک فضای دو قطبی پیرامون این قضیه در جامعه، یک فضای دو قطبی رو تلاش کردن این روسا رقم بزنن. ببین از این دو قطبی هاست که جامعه میرزه و همه او تلاش میکنه که یک چالشی برای جامعه تو به وجود بیاره. آقا یک بار حمله، دو بار حمله، سه بار حمله، جامعه عصبی میشه دیگه. حالا فیلمی که از این روحانی ها رو من سعی میکنم برای شما بذارم، حرفاش رو بشنوید که او مورد حمله قرار گرفته، بعد اون فردی که مورد حمله قرار گرفته رو ضرب و شتم کرده. به محض اینکه من دو سه نفر بودم بهش حمله کردن، اینم اونا رو کتک زده، فکر میکنم چهارمال بختیاری بوده، بعد اونا رو مورد ضرب و شتم قرار داده. حالا رفتن باش صحبت کردن، اونم شروع کرد نسبت به اینا حرفای زدن، حرفو خیلی تند خیلی سریع، چون بالاخره به طرف بی احترامی شده دیگه. اگر بتونم اون ویدیو رو میخوام بذارم که با هم دیگه ببینی، بعد میخوایم بریم کرج. این ویدیو مربوط به روحانی کرجی و اون بانوی قهرمان، من نمیدونم کی بوده، اون با شرفی که رفته و کمک کرده یک سپری باشه در مقابل اون زمانی که غرق در خون بوده. یه جایی هست یه اتفاقی میفته، شما میگی آقا بیخیال شو، دعوا نکنید، آقا شما بفهمو کنار، آقا دوست عزیز حالا بی زحمت بیخیال شو دیگه چیکار داریم. ولی یه جایی هست درگیری خونینه، یک نفری به زمین افتاده، زد و خورد نیست، یک نفری به زمین افتاده، خونین به او حمله کردن. توی همچین حالتی این که شما بخوای بری جدا بکنی
خیلی جرأت میخواد و او شرافت داشته که همچین کار رو انجام داده. بذارید این طلبه هم که این روسا فیلمش منتشر شده و برخوردی داشته با کسانی که بهش حمله کردن فیلمش رو با هم دیگه ببینیم، بعد به یاری خدا اجازه بدید من بخشو بیارم. حمله کرد با زنجیر، با یه شگردای و ترفندایی که خودم داشتم دستم رو زیر عبا گرفتم و اون خیال کردم من مسلح هستم. فریاد زد که این حاجبا مسلحه و فرار کردم. خطاب به اون افرادی که این چند روزه دارن به امامه پیغمبر دارن و این لباس مقدس دارن بی احترامی میکنن. ما همونی هستیم که عقد پدر مادر شما رو خوندیم، باعث حلال زادگی شما هستیم. ما همونی هستیم که مشاور شما هستیم تو مدارس جاهای دیگه به صورت جهادی. ما همونی هستیم که توی سیل زلزله و تمام بحران ها کرونا و امثال اینها در کنار مردم بودیم، جز مردمیم. ما برادر شماییم، ما که دشمن شما نیستیم. این برخورده برخورده درست نیست واقعا با یک برادر. اما اونایی که از روی بدجنسی کارو میکنن بدونن که با انداختن 4 تا امامه مقدس اثر روحانیت مظلوم به جای نمیرسن. ما سال 57 تاج شاه رو انداختیم و مقتدر ایستادیم. اونایی که امامه میندازن بلا فاصله فرار میکنن. بین ما و شما خیلی تفاوت هست. خب کلافه شدن دیگه، اونها هم ناراحتن. چیکار باید بکنه؟ این هم باید حمله کنه به این نفر، یه نفری رو باید بزنه. خب این فاجعه میشه، جامعه ایران میره به سمت همون چیزی که بدخواهای وطن میخوان. درسته؟ شما من نمیدونم ظاهرتون الان اون کسی که داره به من برنامه من رو میبینه چجوریه. ممکن است با حجاب باشید، ممکن است بی حجاب باشید. ببین من دارم به شما میگم، یه جاهایی هم رفیق با حجاب من، هم رفیق بی حجاب من، هم دوست مذهبی من، هم دوست غیر مذهبی من. ممکن است کسی بخواد شما رو تحریک بکنه، یا شما رو عصبی بکنه، یا از شما یک واکنش بگیره. تو به حرمت وطنت، ببین اینجا چی برگشت گفت دیگه، گفتش که من رفتم اینجوری شده اونجوری شده، دعوا کردم و گفت آقا جون این رفتاری که شما دارید میکنید درست نیست. من حرفی که میخوام بزنم اینه، یک جاهایی میخوان از شما واکنش هایی بگیرن، میخوان شما رو ببرن به سمت درگیری. هوشیار باشین، کاری بکنین که جامعه آسیب نبینه. سرخورده شده، ناراحت شده، عصبانی برمیگردیم میگه آقا ما همونایی هستیم که تاج شاهو زدیم انداختیم برایشون وایسادیم فرار نکردیم، حالا شما اومدی یه عمامه میزنی در میری. نباید بذاریم فضا این شکلی بشه. هر کسی با هر نگاهی که برنامه من رو میبینه به این فکر بکنید، به این که جامعه رو میخوان ببرن به سمت تنش، به سمت این که از این ورم کسایی پیدا بشن راه بیفتن برن حرکتای خشونت آمیز انجام بدن. خدا همچین روزی رو نگیره، چون خیانت به وطنه، چون این شیطانه. این نمیتونه بگه آقا اینا عصبی شدن دیگه، نه خیانت به وطنه. بریم این طلبه کرجی رو ببینیم، این طلبه که در کرج مورد حمله قرار گرفته رو ببینیم. اینم نکات فوق العاده داره که با هم مرور خواهیم کرد. اسماعیلی هستم، امام جماعت امام حسن عسکری علیه السلام، محله رسالت و مدیر کانون فرهنگی و هنری صاحب زمان و دارالقرآن صاحب زمان شهر سید چمن. این فیلمی که دارید گوش می‌کنید هر که لحظاتی هست که بهش حمله میکنن، لباسش رو پاره دارن میکنن. بنده چون مدرسه رفته بودم، فرای با بچه ها در ارتباط بودیم، بحث قرآنی آموزشی مدرسه نزدیک مسیح هست. روز چهارشنبه که تعطیل شدیم، همین شنبه دوستان از کرج تماس گرفتن که گوشتی میخواییم بدیم برای نیازمندان، چون ما هر ماهی یه بار میریم یا دو ماهی بار خدمت مدیر کانون های فرهنگی های شکری میرسیم، گوشتی رو میگیریم برای مواسات و نیازمندان. نیستی رو داریم نمیه میکنیم گوشت رو، یه ندارم خودم رو میذاریم در کنارش، اقلامی از خیریم و دوستان جمع آوری میکنیم، میرسونیم به دست نیازمندان بچه یتیم ها. اون روز من رفته بودم کارش کاری نداشتم، فقط صرفا جهت دریافت همین بسته رفته بودم که بیارم به دست نیازمندان رو برسونم. پس تقریبا مصلای کرج که ساعت نزدیکای اذان ظهر بود که در اومدم به سمت نظرآباد، افتادم به اتوبان. تقریبا طول کشید تا نزدیکای ساعت 2 خورده که من دیدم پل حصارک که اتوبان شلوغه، انداختم به جاده پایین به سمت نظرآباد که میتی آباد نظر رو بیم و دندم جاده پایینم شلوغه. احتمالا ساعت های 2 نیمه بود، 2:20 اینه یادمه تقریبا. دوستان تصاویر اون لحظه رو دارید روی صحبت ما مشاهده کنید، صداش بکنم واضحه دیگه. این معتمده
کسانی بوده در کرج، بهش تماس میگیرن میان آقا ما قربانی انجام دادیم، شما بیا زحمت بکش گوشتشو ببر بین نیازمندهایی که میشناسی توضیح کن. میگه من خودمم یه مبلغی رو همیشه خودم با کمک دوستان دیگری که دارم جمع میکنیم و سعی میکنیم که به اصطلاح خود این پروپیمان تر بشه ببریم توضیح بکنیم. این تا اینجای بس. حالا ادامهش رو میخواد توضیح بده که این وسط چه اتفاقی رخ میده. و من اینو بگم الان اونایی که اینو دعوتش کردن چه عذاب وجدانی دارن. میگم اون فلان مثلا دعوت که نمیدونستم همچین چیزی پیش میاد و همچین اینجوری رسانه‌ای شد در سطح مثلا وسیع. اونا هم الان احتمالاً حسابی حس عجیب غریبی دارن. ببینید ادامه ویدیو رو. دقیقاً یه مقدار جلوتر از پیش آهنگ. بعد تو ترافیک ماشین قرار گرفتید یا؟ بله. ترافیک ماشین ها بود که نمیتونستیم حرکت کنیم. تو همون ترافیک من گیر کرده بودم. حالا من که عمامو برداشته بودم. عوامو برداشته بودم. دیدم چه چون شلوغه. مردم هم من میگفت الان جان خطرناکه. چون میشناختم بدیدم. بعد شیشه های ماشین بالا بود. تقریباً یه چند متری بود من دیدم یه جمعیتی 70-80 این هولز دارم میان. بعد یکی دو نفر اومدن رد شدن، بعد شروع کردن به ماشین لگت زدن. حالا نمیدونم چی دیدن شناختن و متوجه شدن، شروع کردن به لگت زدن به ماشین. اول چند تا لگت به پشت ماشین صندوق عقب و اینا زدن، بعد از چهار طرف بیشتر از روبرو سمت راننده آجر و سنگ و اینا رو زدن، شیشه ها رو شکندن. بعد که شیشه ها رو شکستن دیگه حمله کردن به سمت من که من با دست ها که جاوش هست دفاع میکردم و سنگ ها رو نمیذاشتم بخوری یا آجر و چاوه رو که به اینجا ها خورده دلم رو با پنجه باش میزدن. تو همین حال دره رو باز کردن دیگه، شیشه ها شکست، دره رو باز کردن. یک نفر صندلی پشت من نشست که گلوی من رو گرفت برد بالا که جاش هم از پاس جیو ببرده یا حالا چی خفه کنه. من خودم از دستش کشیدم بیرم و تو همین حال تقریبا ضربات چاقو تقریبا 10-12 به کتف و پشتم و چند تا به سرم برخورد کرد. ضربات چاقو رو پی در پی میزد. بعد دیگه دیدن نمیشه، گفتم بندازدش بیرون که تو صدر و سامنی از سمت راننده که من نشسته بودم انداختنم به سمت شاگرد زمین تو آسفالت که اکساش هم هست. اون آسفالت اونجا مختزم انداختن زمین اومدن دوره رو. بعد گفتن که آتش بزنید ماشین رو، یه من آتش بزنید. یکی دو نفر گفتن به این آتش نزنید. بیده کنید دو نفر اومدن جوانی بود، حالا مردم که کاری نداشتن این اختشاش کرده که معلوم بود با پنجه باکس و چاقو و قنو کسی اصلا به هر نهده به هر صورتی به انسانیت بودشتی به خیلی دینی خاصی نداره انسانیت. شما هر دینی هم داشته باشید دوست نداری به کسی آسیبی برسید. تو همین حالا یه دو نفری اومدن نداشتن دیگه، ولی آتش هم زدن. شما فیلم ها رو ببینید عبای من هم خواستن آتش بزنن. دوستان روی صحبت من دارید تصویر رو مشاهده میکنید. بعضی از تصاویر رو من مات کردم به خاطر اینکه دلخراش یه جمله ای گفت اینا مردم نبودن، اینا اختشاشگر بودن، مردم با اینا همراهی نکرد. آقا این یه حرف کلیشه‌ای که داره زده میشه یا واقعیه؟ یعنی مثلا ما بپذیریم اینها مردم نبودن؟ آقا چقدر بیشعوری، شما درک نمیکنید بخشی از جامعه رو. من ساده خدمت شما عرض بکنم، دقیقاً از جهاتی آن چیزی که اتفاق افتاد کودتای 28 مرداد بود. اراذل اوباشو جمع کردن، بهشون پول دادن، بهشون امکانات دادن، از ارز دیجیتال بگیر تا دلار و ریال برای اینکه اینها رو تامین بکنن بهشون پرداخت کردن، آوردن کف خیابون. مردم با اینا همراهی نمیکنن. پشت ترافیک مردم کلافن، از دست اینکه جرئت نمیکنن چیزی بگن. اینا شرورن، یه مش ارازلو باشن. توی بازار اینها رفتن کرکره مغازه رو کشیدن پایین. من فیلم پهبودیشو دیروز براتون پخش کردم، حتما این فیلمو ببینید. رو صحبت من الان هست. ببین این فیلم دیگه چیزی نیست که بخواد چی داخلش بحثی کتمان بشه. این 0-100 یا آشوبو برای شما فیلم گرفته. شما اگر درگیری از نزدیک ندیدید این کامل براشون فیلم برداری کرده. شما نگاه میکنید قشنگ واضحه که داره جامعه رو عصبی سازی میکنه، با پلیس کاری نداره، راه مردم رو بسته، مغازه رو بسته. اونها که حالشون از جمهوری اسلامی به هم میخورن از دست این کلافن، به شدت از دست این عصبانی هست. اینجا که برمیگرد میگه اینا مردم نبودن، اینا یه حرف کلیشه‌ای نیست که بخواد اینا رو تأخیر بکنه. نه واقعا مردم با اینا همراهی نکردن. و یه چیزی من به یکی از دوستان گفتم، ببین یه جاهایی هست شما تو انتخابات میخوای شرکت بکنی، ایدئال اینه که مردم بگی که اگر به من رأی بدید من این کارا رو میکنم. این خیلی خوبه، یعنی تو حرفی برای گفتن داری. یه جاهایی هست تو آدم تنبلی هستی،
حرفی هم برای گفتن نداری، کاری هم نمیتونی بکنی. اون رقیبت هم آدمای عوضی هن، اونا رو نشون میدیم که ببین من کاری خاصی نمیتونم بکنم حقیقتش، ولی اونا اگه بیان خیلی بد میشه ها. بعد او از ترس اینکه اونا نیان به تو رأی میده، ممکنه سرش کلا رفته باشه، ممکنه اصلا مبتنی بر حقیقت باشه، یعنی کار درستی کرده باشه، از ترس اون عوضی ها به تو رأی داده باشه. فهمیدی چی شد؟ ولی این نوع رأی دادن با اون که تو بیای خودتو معرفی بکنی، گزارش کار بدی، کارهای خفن تو بگی، خیلی متفاوته دیگه، اون خیلی بالاتره. الان بین کسانی که هیچ ارتباطی با جمهوری اسلامی ندارن، هیچ رفاقتی ندارن، هیچ وجه مشترکی، اصلا حالشون از جمهوری اسلامی به هم میخوره، نمیتونه با این ارتباط بگیره، بین اونها الان داستان این شکلی شده که وقتی دو تا چهار تا میکنن بازم نمیتونه ارتباط بگیره، ولی میگه اونا نه، این باز از اونا خیلی بهتره، این سگ شرف داره. به اونا که من تو برلین دیدم، اونا که تو خیابونای کرج دیدم، اونا که ترافیک کردم، اونا که بازار رو بستن، این سگش به اونا شرف داره. خیلی ها یعنی مسیر رو به یه سمتی بردن اینا با این حماقتایی که انجام دادن، که این الان لازم نیست به بخشی از جامعه که مخالفش هستن گزارش کار بده بگه من خوبم، همینا رو نشون میده، میگه من اینا نیستم، من هرچی هستم اینا نیستم. اینم در خوش از اتفاقات عجیب غریبه که به لطف این آشوب‌ها در طول این ایام رخ داده. اینجا ایشون میخواد توضیح بده اون خانومی رو که اومده ایشون نجات داده. ببینید ویدیو رو. من که هم یادم انداختم تو ماشین که عکساش هست، یه 200 متر یه جوان رو بود شده تر دوباره ماشین حرکت نکرد، چاقو داده بودن لاستیل ها رو ترکنده بودن که ماشین نره. بعد یه جوانی با ترس و لرز منو بود و دوباره دنبال عوامل اورژانس بودن که منو ببرن یه جوری به بیمارستان. خونم که میرفت به من چیزی داخل پرانتز بگم، اینجا برمیگرد میگه یه جوانی با ترس و لرز این کاری کرد، به خاطر اینه که مردا زمانی که تو درگیری ها میان از جنایت آشوبگرها جلوگیری بکنن، اونا سری نگاه میکنن میگن این اطلاعاتیه، یعنی اصلا تو هیچ راهی برات نمیذارن که یک انسانی رو نجات بدی، اصلا برات تو راهی برای این قضیه نمیذارن. به محض اینکه این کلمه رو گفت بقیه‌شون دیگه کاری ندارن، مثل وحشی‌ها به اینم حمله میکنن. این حالا ممکنه هیچ اعتقادی نداشته باشه، دلش سوخته این کاری کرده، انقدر این ماجرا جنایت داره. اونجا اون خانم که اومده جلو، اینا دیگه فهمیده که اون اصلا ربطی نمیتونه داشته باشه به چیزی، یعنی نه ظاهر درستی به لحاظ اون کسایی که حجاب براشون دغدغه هست داره، یعنی اصلا بی حجاب از نظر اونا، نه تفکرش مثلا مشخصه که این به اونا نمیخوره، دیگه اینو نمیتونستن بگن که این اطلاعاتی، چون هر جور هر کاری کنی دیگه این وصله به این نمیچسبه، که به این خانوما نمیچسبه. اونا اومدن اینجا وسط این میدان به ایشان کمک کردن، از ماشین دوباره گذاشتن کنارش خیابون، که من یه چمنی بود نصف بدنم رو چمن شد، لباسام رو پاره کردن، عوامل اورژانس اومدن، یه خانومی بود، خب عرض کردم به دین یا به نحوه پوشش نیست، چون چشمام اینا همه دیدی نمیدیدم، یه ذره کورسوی داشتم که این خانوم حجاب خوبی هم نداشت، حجاب کاملی هم نداشت، ولی شیرزنی بود، بالا سر من واسده بود، از من دفاع میکرد که میگفت نزنید، شما وجدان ندارید، فیلم نگیرید، بی وجدان ها. من احساس میکردم که اون خانم داشت از من دفاع میکرد، گفتم اینو نکشم، که اون خانم هم خیلی از من دفاع کرد، اونجا بالا سر من بود، دنبال این بود که عوامی پیدا کنه منو ببره بیمارستان، که بعد از الهی از لحظه بیت فاطمه زهرا سلام علیها اومدن یه دوتا از عوامل اورژانس بالا سرم سرم زدن و عوامل نیمه انتظامی که دو نفر اومدن، چون ماشینم نمیتونست به ترافیک شدید بود، بردم بیمارستان کوسر. خیلی خب، این گزارش رو ما همدیگه دیدیم، من دیروز پریروز یه گزارش برای شما پخش کردم، طرف رفته جلو در مسجد کوکتل مولوتوف رو در آورده بسیجی ها رو بزنه، کوکتل مولوتوف تو ماشین منفجر میشه، البته منفجر میشه که دوچار حریق میشه، خودش رو آتش میگیره. به یک بار اونا سری میدونن کمک میکنن برای اینکه این نجات پیدا بکنه، این فوششون میداد، اینا کمک میکنن نجات پیدا میکنه. این برعکس، این داستان اینجا برعکس تو افتاده، ایشان روحانیه، خانم بی‌حجاب بوده، اومده نجاتش داده، اومده کمک کرده که این آسیب نبینه. ببین یه چیزی من ساده خدمت شما عرض بکنم، اولا این شرافت در جامعه ماست که ما داریم مشاهده میکنیم، ربطی به مذهب و غیر مذهب نداره، انسان‌ها در این جامعه انسان‌های با شرفی هستن اکثریتشون. بله 4 تا آدم پیدا شدن، طول سعودی 4 تا پیدا شدن، 4 تا مادر سعودی پیدا شدن، خواهر سعودی 4 تا پیدا شدن، دارن یه کارایی میکنن، از این فوش رکیک‌تر در دنیا وجود نداره، دارن یه کاری میکنن. عموم جامعه ما این شکلی نیست، انسان‌های با شرفی هستن که با هر نگاهی فهمیدن باید آقا هر کجا تونستیم فدای هموطن باشیم. این نکته اول. نکته دوم رفقا، بحث حجاب و بی‌حجابه. اگه بحث حجاب و بی‌حجاب، اون بسیجی که میونه اومدن با کوکتل مولوتوف بزننش نمیفهمه که اینا مثلا خب مخالف این
حرفا هستن با خودش، خب بذار آتیش بگیره دیگه، این که می‌خواست من بکشه که. این خانومی که اینجا بی حجاب بوده، اگه بحث واسه با حجاب و بی حجابه، این چند وقت خانمای بی حجاب میومدن توی تجمعات حامی وطن بهشون تیکه مینداختن، میگفتن که میدونستی اینجوری فردا اگه ببینن گشت ارشاد میگیرد، میدونسته او با شرفه، او حلال زاده است، او مثل شماها نیست، او با این بازی های شما تو مارپیش سکوت نمیره، او میفهمه باید این بازی رو ادامه بده، باید کنار پرچم وایسه. ولی اینکه فردا که نه، تو همین تجمع ممکنه یکی پیدا بشه برگرده بشه خانم مثلا حجاب شما چرا اینجوریه، درسته؟ او همه اینها رو میفهمه. این خانومی که اینجا اومده به اصطلاح خودمان از این آقا دفاع کرده، هم اینها رو میفهمه. نه مسئله با حجاب و بی حجاب نیست آقا. اگه شما همچنان تو این داستان گیر کردی و همچنان تفکری داری، برام محترمه، ولی خیلی وقت بس از این چیزا گذشته، از اولش هم داستان این شکلی نبوده. خب این جامعه این رو فهمیده، اینکه شما نگاه میکنی اون ور بسیجی خودش رو فدای اون یکی میکنه، این ور بی حجابه تلاش میکنه این آقا رو نجات بده، اینه چون که جامعه اینو قشنگ فهمیده که مسئله از این بحثا عبور کرده، مسئله از این داستانها گذشته. و خیلی ها این روزها نگاهشان مثل همین خانومی هست که من خدمت شما ویدیوشو پخش کردم، این آقا اینجا داره توضیح میده. من یه پیام میخوام برای شما بخونم تو دایرکت اینستاگرام، از این پیام برام خیلی میفرستن رفقایی که اینا نمیتونن تو فضای عمومی حرفو بزنن، هم دوستان خودشون اینا رو اذیت میکنن، هم کسانی در جامعه اینها رو به اصطلاح خودمون انگشتنما میکنن، مسخرهشون میکنن. من میخوام یکی از این پیام ها رو بخونم برای شما. یک خانومی هست بی حجاب به من پیام داده، نوشته من یک بهایی هستم و میگویم آفرین به جمهوری اسلامی و نظام که اینجوری جلوی تجزیه طلب ها ایستاده، خاک بر سر هموطن که با تجزیه طلب ها یکی شدن، زنده باد ایران. ایشون بهاییه، اطرافیانش هم بفهمن که مثلا همچین پیامی بوده احتمالاً تکفیرش میکنن، آقا شما چرا همچین پیامی دادی، اینا فلان هم بیستار این حرفا. مکرر پیام هایی داشتم خانوم هایی که بی حجاب بودن، اصلا ظاهر اینا رو نگاه میکنی در خارج از کشور واضحه که هیچ ارتباطی با جمهوری اسلامی به لحاظ فرهنگی، تفکری، اجتماعی، سیاسی، مذهبی نمیتونه داشته باشه، ولی اون اینجا فهمیده که آقا بازی وطنه. اصلا بحث با حجاب و بی حجاب نیستش که من الان اینجا باید کنار این وطن بایستم، کنار این پرچم بایستم. ما اگر عبور کردیم از بحران ها به حرمت جامعه ای که اینها رو فهمیده هست، به حرمت این جامعه است که تونستیم عبور بکنیم. شما نگاه میکنید تو همینجا ما آدم مذهبی کم نداریم، ما رفیق داریم الان توی توییتر این ورانور دارن مسخرش میکنن، سوپر مذهبیه، آدم دو آتیشه مشتی، منم هیچ وقت در اعتقادات مذهبی آدم شک ندارم، الان اون ور داستانه، اصلا بهش بگو تجزیه طلب فلان بیسا، اصلا این حرفا سرش نمیشه. و بریدن انگشت برای بردن انگشت رو دیدی؟ این اتفاق افتاد تو فلانجا تو تهران، فیلمش پخش شده، دیدی؟ برهنه کردن یک نفر رو دیدی؟ این فیلمش پخش شده. اینا چون تو به خودت نمیای اینا رو میبینی، اصلا بنر حضرت سید شهدا آتش زدن به خود نمیای، قرآن آتش زدن، نه این اصلا داستان شکلی نیست. بخشی از جامعه اینو میفهمه و ربطی به حجاب و با حجاب نداره، چون او وطن براش مهمه، چون او شرافت داره، چون او چیزی داره که فراتر از فهم و درک و چیزای این شکلی. ببین قبلا هم گفتم علم داشته باشی خوبه، ثروت داشته باشی خوبه، یه چیزی هست اگر نداشته باشی، نمیدونم چه اسمی، واقعا نمیدونم چه اسمی باید درش بذارم، یه چیزی فراتر از اینه. تو میتونی یک نخبه بشی، پهبادساز بشی، پهبادساز تونسی داعش بشی، درست نخبه هستی ولی رفته داره بر اونو کار میکنه، پزشک بشی، پزشک حرفه‌ای بشی برای داعش، یکی از همین سرکرده‌های گردن کلفت القاعده، من اسمش یادم، این پزشکه، پزشک قهاری هم هست، خیلی خوب داره الان تو این ورنما جنایت میکنه. و چجوری مگه این نخبه نیست؟ چرا یه چیزی هست که ال نتونست به یاد بده؟ با ثروت هم نمیتونی به دستش بیاری. یه چیزیه که این وسط شما اگر داشته اگر نداشته باشی، مذهبی باشی تو در دیواری، غیر مذهبی هم باشی تو در دیواری. اگه اون چیز رو داشته باشی بهش برسی که اسمش نمیدونم چی باید بهش بگیم، با یه کلمه بسازیم برای این. اگه اون رو بتونی بهش دست پیدا بکنی، مذهبی و غیر مذهبی نداره، به درست ترین شکل ممکن برای انسان، برای کلمه انسان ایفای نقش میکنی. من طولانی ترش نمیکنم، فکر میکنم تا همینجا کافی. اگر نکته داشتین حتما در قالب پیام برام بفرستین. افتخار میکنم به همچین وطنی و همچین هموطنهای با شرافتی. خیلی مخلصم، خیلی ارادت دارم، وقتتون بخیر.